به نام خداوند بخشاینده و مهربان. بیندگان عزیز سلام تقدیم می‌دارم. پروگرام سیما درباره ابستراکتیو سلیپ اپنیا یا توقف تنفسی در هنگام خواب است که زیادتر عرض خور زدن میده. خب این دلیلش میتونه شکلای سوی شکلای آناتومی باشه که مثلا بالوم دهن کوتاه باشه یا ای که استخوان علاشه بسیار پیش برآمده باشه و یا ای که زبان و تانسل برجسته باشه یا گردن کوتاه باشه و یا ای که سایز گردن از 17 اینچ زیادتر و یا از 43 سانتی متر زیادتر باشه یا دیوار بالوم یا فرنگس ای بسیار زخیم باشه و یک طبقه شم یا چربوخ هم به خود داشته باشه و بعض دلایل دیگه همی ابستراکتیو سلیپ اپنیا یا خور زدن در هنگام شب و توقف موقتی تنفسی میتونه که در اشخاصی که عادت مواعدشان قطع شده باشه و یا ای که سنشان زیاد باشه یا ای که الکل بگیرن و بعض مواد که برای درد است بگیرن، همچنان بعضی ها میشه که فامیلی استوری هم تاریخچه فامیلی هم داشته باشن که یه همگی میتونه یک ریسک فاکتور برای توقف تنفسی به صورت موقتی باشه. همچنان بعض عامل های دیگه که سبب توقف تنفسی به صورت موقتی میشه، مثلا اگر خود تایراید فعالیت زیاد کنه یا کم کنه یا آکرومگالی که یک مریضی است که تکلیف هورمونی است که میشه قد بسیار بلند باشه و پا دستا دراز باشه، زبان کلان باشه و یا اینکه استروک یک حمله دماغی سرکس آمده باشه میتونه توقف تنفسی به صورت موقتی پیدا شه یا کسی که شکر داشته باشه یا کلسترول زیاد داشته باشه و یا اینکه اسید میلیش بالا بره و یک پرابلم قلبی داشته باشه میتونه توقف تنفسی داشته باشه که امی گاز اکسچنج یا تبادل گازا هم در داخل ششا تغییر میکنه که اکسیژن کم میشه و کاربون مونوکساید که گاز مضر است زیاد میشه و خب قطع قطع تنفس قطع قطع میشه و توقف میکنه برای 10-15 ثانیه. خب غیر از این میخواییم که اعراض ابستراکتیو سلیپ اپنیا را بگوییم و اعراض چیست که تقریبا 85% این مریضی یا خور زدن در مردا میباشه و در اعراضش قسم است که شخص مثل که خفه یا چوک شده باشه یا ای که میخوای که هوا را کش کنم که هوا برش نمیرسه و یا ای که خور میزنه و یا ای که بسیار ناراحت است وقتی که از خوابم بیدار میشه تازه و خود احساس نمی کنه. همچنان خود شخص گاهی از خور زدن خود یا از توقف تنفسی خود یا ای که شور میخوره در بستر خود نمیفهمه. کسی که امرش خواب میشه یا پارتنرش است یا شوهر است یا خانم است او میفهمه اما میبینه و شکایت میکنه که شب بسیار خور میزنه. بعض وقت که بیدار میشه از خواب همون شخصه که ابستراکتیو سلیپ اپنیا داره این گلونش خشک می باشه و یا ای که سردرد می باشه، خسته می باشه، خود ضعیف احساس می کنه، تمرکز فکریش صحیح نمی باشه. خب وقتی که زیادتر از 5 دفعه واقع شد این ما تشخیص کده می تانیم که اگر زیادتر از 15 دفعه واقع شد بدون اعراض باشه باز هم همی تشخیص ابستراکتیو سلیپ اپنیا یا توقف تنفسی موقتی صورت گرفته می تانه و در معاینه ما عقب گلو دهن و همچنان دور سلینه بر چاقی و فشار خونی ها را معلوم می کنیم. خب تشخیص تفریقیش باید با بعض مریضی هایی مثلا کسی که الکل میخوره یا دپریشن داره یا نارکولپسی که کسی که از طرف روز خوابش میبره با این شوه و یا کسی که مراحت فسی خواب خود نمی کنه با اینا باید تشخیص تفریقی شوه و تداوی از این قسم است که اول تشخیص میخواین کنن که سلیپ استادیز و شخص
دکتر فامیلی و یا دکتر روان میکنه به کلینیک خواب. وقتی که به کلینیک مخواب میره ما پولوس امنوگرافی یک ماینه از شب تا صبح میخواب و ماینه را میکنه گرافا را برش میمونه استیجای خوابش تعیین میکنه و بعد از او تشخیص میشه که ابسترکتیف سلیپ اپنیا داره یا نه. خب اگر واقع تداوی نشه به اختلالات میره و حتی بعضن سبب خود اکسیدنت ها میشه و شخص بسیار کانسنتریشن یا خود از دست میداده. خب ببخشید، خب تریتمنتش یا تداویش چی است؟ تداویش که باید اگر شخص چاق است وزن کم کنه و یا اکسرسایز زیاد کنه، اگر الکل میگیره عاملش الکل باشه الکل هم کم کنه و اگر سیگرت میکشه سیگرت نکشه، سلیپ هایجین خود یعنی تقسیم اوقات خواب خود مراعات کنه و کسایی که بخاطر سیداتیف یا پنکلرها یا دوایی که گنگس میکنه خور میزنه او دوا را باید کم کنه و یک تداوی انتخابی یا چایز همی ابسترکتیف سلیپ اپنیا بعد از اینکه تشخیص شد در کلینیک سلیپ استادی عبارت سی پاپ است که یک سامانی است که سامان خورد است که یک فشار مثبت در ششه که او خود کلاپس میکنه یا جمع میکنه در او داخل میکنه و همی سی پاپ بسیار استفاده میشه که یک قسمت داره که در قسمت دهان مانده میشه، یک قسمتش هست که ماوت پیس داره، یک رقم دیگه هست که ماسکش هست و یک رقم دیگه هست که خب این ماسک و همی ماوت پیس که هست ای به سایز دهان ای ادجست میشه یا برابر میشه. خب با سیپاپ بعضی عوارض جانبی هم داره، مثل میشه که دهن خشک کنه و یا ای که بینی را یک تخریش بده و در این صورت میتونه که خانه را اوجوش بانن یا همودفایه را چالان کنن که محیط خانه مرتوب شود و باید شخص کسایی که توقف تنفسی داره از طرف شب خواب میکنن و خیلی نارام هستن و خور میزنن و اینا باید همشان تعلیم تربیه شون و ایجوکیت شون و باید نزد دکتر مراجعه کنن که برشان تداوی بده، بخاطر که این درجه اول این خواب ولدگی میتونه که سبب اکسیدنت ها شون و همچنان خور زدن و بعض مشکلات دیگه و همچنان اختلالات دیگه داره. تشکر، چنل ما رو سابسکرایب کنید.